آقای دکتر، اول از همه میخواستم بپرسم که این سخنرانی هایی که شما در قالب منبر انجام میدید و حالا اخیرا هم به واسطه این شبکه های اجتماعی و مجازی داره منتشر میشه، این برای خود شما سابقه داشته؟ یعنی قبلا هم شما اهل منبر به این شکل بودید؟ آره، دوره دانشجو، بسم الله الرحمن الرحیم، دوره دانشجویمون که اینجا دانشجو بودیم، دوست داشتم که بعضی از ایام چند روزی برم بر کارهای تبلیغ، ازش خوشم میامد و بعدش هم یک نیتی داشتم خودم. اون نیتم این بود که حتی ایامی که دیگه نمیتونم طولانی، مثلا فرض کنیم 10 روز 5 روز اینجا متمرکز باشم، توی این مناسبت ها بین سالانه بین 1 تا 3 تا سخنرانی را قبول کنم. که این برمیگشت به اون عوالم ذهنیتی طلبگی و اینا. آره، عوالم ذهنی خودم. امسال چون مشکلات هم زیاد بود فقط یه دونه سخنرانی تونستم قبول کنم. این بیعت و اینا مال قبله؟ نه، این بیعت سال گذشته است. دو تا شو من تازه گوش کردم. آره، اینا مال سال گذشته است. امسال فقط یه دونه صحبت کردم تحت عنوان عاشورا و بحران خلافت. بند قبلش هم هست، مثلا سال گذشته راجع به مقاومت بود، مفهوم مقاومت. من مشکل داشتم، من ولی من امسال منتشر شد. اینا نه تو شبکه بوده، اینا بازنشر شده. بله، من کاری نداشتم. بله، بعد اون وقت یه مقدار چون به نظر میرسه که حالا برخلاف اینکه من قبلا جایی از شما خونده بودم که الگوی در واقع فکری که نمیتونم بگم، اما الگوی شخصیت شخصیتتون شاید شاید بشری بوده متحری، ولی الان به نظر میرسه به متحری دارید نزدیکتر میشید با این منبرها و این سخنرانیها و اون روزه مختصر آخره. منو یاد شهید متحری بیشتر میندازه. خب شهید متحری که ببین، آدم هیچ وقت ثابت نمیمونه آدم ها، ولی خود مرمای بهشتی هم سخنرانی اینجوری داشت. بعد شهید متحری خب اون تحریفات عاشورا رو که حماسه حسینی این قسمت ها رو داشت دنبال میکرد، بالاخره یک چند جلسه این گفتارها رو داشت. عاشورا برای ما مثل سقیفه، مثل خدمتتون عرض کنم که قدیر، مثل غیبت امام معصوم، جزوی از نقطه های عطفه برام و معمولا در فرهنگ ما همیشه اینا باز تفسیر میشه. یعنی همیشه اینا تاریخی نیستند، همیشه به روزن. یعنی هر روز که نگاه میکنیم میبینید که اینا برای ما زنده است. به همین دلیل کسی راجع به مسائل امروز نمیتونه فکر کنه تا به این چند تا چیز مسئله بزرگی که توی تشیع هست یا توی تاریخ اسلام هست اصلا فکر نکنه. یکشم همینه دیگه، یکشم خود قضیه عاشورا است. خواستم بگم که خاص من نیست، اکثرا این اتفاق میفته. اما باز آقای دکتر به نظر میرسه که شاید حالا من به خاطر اینکه یه مقدار سابقه بحثای شما رو میدونم، بعد از حتی کتاباتون، مصاحبه هایی که باهاتون انجام داده بودن، و یادم یه دفعه توی اون میز گردی که با هم آقای دکتر کاشین هم بودن، شما رو بحث‌های متأخرتر هابرماس اشاره کردید و اینکه این افرادی مثل اون میگن برای رشد دموکراسی بهتره که اون سنت‌های قبلی و خلا دینی رو آشتی بدیم یه جور با مفاهیم جدید بشید. به نظر میرسه این سبک منبر شما و به خصوصی حالا به خاطر بازنشرشم که بوده، تلقی عمومی اینه که رواج بیشتری داره پیدا میکنه، برآمده از همون ایده است، برآمده از همون فکر. دقیقاً همینه، چون که ماهیت یک اجتماع وقتی که نگاه میکنیم تاریخ اونو تغییر نمیده، فقط چهره هاشو داره چیکار میکنه، عوض میکنه. یعنی چیزی به نام جامعه اسلامی که شکل گرفته و دولتی که داخلش هست و تفسیرهای موافق و مخالفش، اصلاحی و انقلابیش، داخل این دولت همشون ژنتیک واحدی دارن و به همین دلیل هم هست که آدم خیلی راحت میتونه قضیه را چکار کنه، توضیح بده. همچنان که نمیشه ارتباط دولت مدرن اروپایی رو با کلیسا و با رنسانس اروپایی قطع کرد، رابطه دولت و تحولاتش رو در ایران نمیشه با این لحظه های تاریخی چکار کرد.
قطع کرد. بنابراین ما هر قاعده ای رو داشته باشیم، در واقع این قاعده چیز هست، باز تولید میشه. و من اونجا سعی کردم توضیح بدم که چه اتفاقی داره میفته و چه اتفاقاتی افتاد در اون دوره چه سررسان. خیلی ها تصورشون این بود که من از زاویه تئوری های امروز به دنبال چیز رفتم. خب اولا این بود و نبود. بود، خب هر تئوری فقط برای امروز که آگاهی نمیده، برای کل ماهیت دولت داره چی آگاهی میده. نبود هم، خب من مثلا در ادبیات بزرگانی دیده بودم که چگونه، از خدمتتون عرض کنم که رانت چیز غنیمت داشتن صحبت میکردم. غنیمت اون موقع چیز عجیبیه، یعنی درآمدی که غنیمت داره با درآمد نفت و اینا الان قابل مقایسه چی؟ نیست. بیشتره. آره خیلی 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 قضیه بیشتر بوده. و بنابراین هر نوع سیاست گذاری راجع به غنیمت آثار خودش رو توی جامعه گذاشت و نیروهای رو راند، نیروهای رو جذب کرد و مسائلی که یکمی تون جلسه میشه. من آخرین سوالم راجع به بحثه که مربوط مشخصا به خودتون میشه رو بپرسم. در مورد تاریخ اسلام چطور؟ به نظر میرسه که ما شناختی که از شما داشتیم، یعنی من شناختی که از شما داشتم و در کتاب هاتون و مصاحبه ها و فایل هایی که از شما میدیدیم، تاریخ اسلام خیلی مورد توجهتون اون موقع قرار نداشت، یعنی در سالهای مثلا قبل از این دو سه سال اخیر حالا در مجموع. آیا این یه در واقع تئوری مطالعاتی جدیدی هست برای خودتون تعریف کردید، از یه دغدغه‌ای اومده، یا اینکه نه اون به لحاظ مطالعاتی خودتون اتفاق تازه‌ای نیفتاده اما به دلایل دیگه ترجیح میدید الان روی این متمرکز بشید؟ نه این بحثی که الان من اینجا داشتم، این بحثو حدود 10 12 سال پیش در قالب همون کتاب قدرتی گوشه‌هاش دانش مشروط. ولی به خصوص در کتاب تاریخ تحول دولت آورده بودن. اصلا اون کتاب الان چاپ 8 میشه بکنم. دارم میخونم. داری. اونجا آورده بودم یه تیکه های مهمی رو از این مناقشه رو من اونجا آورده بودم. بنابراین بس تازه نبود. من خب سه تا کتاب من به خصوص دو تا کتابش مربوط به گذشته است. یکی همین قدرت و دانشه، یکیش هم مربوطه به این کتاب تاریخ تحول دولت است. بعد هر دو تاش تا قاجار تموم میشه، یعنی دیگه به این طرف تر هستن. نه منظورم تاریخ صدر اسلامه، توی دانش و قدرت درست میفهمید. هم اونجا هست هم توی تاریخ تحول دولت، دو سه فصلش یا بیشترش راجع به صدر اسلام، یعنی اساسا مربوطه به این دوره بود و من اینجا فقط اونو یک مرور کردم. یعنی توی اون کتاب این بحث اصلا هست، استدلالهاش هست، مناقشاتش وجود داره، اینو اشاره کردم. چرا؟ خب وقتی آدم از یک بحث قدیمی یک گزارش جدید میده یه افسوده هایی هم توش داره، ولی خب اون پلنش اونجا هست، یعنی اون طرح اولیش توی اونجا هست. بعد سال گذشته هم فکرم سال گذشته بود یا بهار امسال بود، این بعضی از ایرانیان تورنتو اونا هم علاقه نشون دادن یک کمی راجع به دولت پیامبر من براشون صحبت کنم. یه 5 جلسه براشون صحبت کرده بودم. اونجا هم تیکه هایی از این مباحث هست. آره مباحث وجود داشت و بنابراین این بس نه بس چیزی به این که بگیم که علاقه امروزی هست نه. به همین دلیل خب احساس میکنید که تو اون صحبت هم یه قوت تئوریک توش هست، یعنی ایده نیست فقط، بلکه روش یک سنجیده که توش دیده میشه. اونا بودن توی اون کتاب. بعد وقتی که به حالا تاریخ در واقع صدر اسلام میرسیم بعد از وفات پیامبر و قبلش، حالا شما رو بحث سنت مدینه و سنت مکه تاکید میکنید، این سنت مدینه که توسط در واقع پیامبر پای گذاری شد، اونجا شما وقتی صحبت میکنید خیلی از فرمایشاتتون رو هی درز میگیرید، هی میگید که من الان فرصت ندارم. من میخوام دوباره این سوالات رو بپرسم که شما این فرصت رو داشته باشید، ولو اینکه تکرار باشه، یعنی اونجا شما توضیح داده باشید که یه مجال بیشتری باشه اینجا. اون سنت رو یه بار توضیح بدید که اصلا چطور، یعنی پیامبر چطوری پایه‌گذاری کرد اون سنت مشورتی یا شورایی رو در مدینه در برابر سنت مکه که اونجا فرمودید از یونان بوده، درسته؟ ببینید بذارید توضیحی بدم، شاید این توضیح تعیین کننده باشه راجع به این قضايا.
عربستان ظاهر تاریخش و گزارش برخی از تحلیلگران مثل جواد علی یا گستاو لوبون، جواد علی در اون تاریخ عرب قبل از اسلامش و گستاو لوبون در کتاب تمدن اسلام و عرب، یک توضیحی دارن میدن، توضیح بسیار مهم. مثلا استدلال گستاو لوبون استدلال خیلی قویه در کتاب اون تمدن اسلام و عرب. اونجا گستاو لوبون یک استدلال قیاسی داره و بعد یک استدلال تاریخی. گستاو لوبون معتقد هست که ما میبینیم که زبان عرب که در صدر اسلام محاوره میشه باهاش، یک زبانی با گرامر و ساختار کامل. خب این اول میاره و بعد میگه ما میدونیم که زبان آخرین بخش یک تمدنه، یعنی یک تمدن باید چیز بشه، رشد کنه تا زبانش چی؟ رشد کنه. و بعد دوباره استدلال میکنه و ما میدونیم اگر یک تمدنی به هر دلیل از بین رفت، زبانش دیرتر از بین میره. خب معنای قضیه چی هست؟ معنای قضیه این است که عربستان قبل از اسلام یک تمدنی داشته و این تمدن ها به هر دلیلی دچار مشکل شده و مردم در قالب بادیه نشینی و قبایل سازمان پیدا کردن، اما اون چیز مونده، اون زبانه مونده. پس یک چیزی وجود داشت از بین رفته و یک شکل جدیدی داشت چی میشد؟ ساخته میشد. و بعد چه چیزی تصریح کرد این تحولات عربستان؟ تاریخ اون جامعه نشون میده که عربستان یک منطقه حاشیه‌ای بود، اما وقتی که درگیری های ایران و روم داره زیاد میشه و رابطه روم با شرق یعنی چین و اینا قطع میشه، چین و هند و اینها داره قطع میشه، در واقع این راه ابریشم چون تحت سلطه ایرانی ها بوده، اروپایی ها یا رومی ها کوشش کردن که یک راه فرعی باز کنن به دریای سرخ و از اونجا به اقیانوس و برن به سمت شرق. بعد این باعث شد که یک نظام تجاری در چیز رونق پیدا کنه، نظام تجاری، و اعراب تبدیل بشن به کارگزار این تجارت. خب این باعث شد که یواش یواش این عربستان به رو بیاد و اولین جایی که خیلی رونق گرفت، چون کمی سابقه هم داشت، مکه بود. و بعد از اون این راه تجاری ایلاف که خود قرآن هم داره توضیح میده، یعنی از سمت جده یا یمن به چیز مکه و از مکه به سمت شام شکل گرفت. این راه تجاری، راه تجاری بود که مکه رو تبدیل کرد به سکو یا ایستگاه یا استراحتگاه تجار و یواش یواش داشت فرهنگش هم می اومد. و بعد این شهر در واقع یک جور شبیه مدل تجاری شهرهای یونانیه که مثل کارتاژ مثلا داره میشه، توی چیز حاشیه دریا بود، شبیه اونه. بنابراین یک دولت شهر تجاری داره ساخته میشه با فرهنگ خودش، با اون مجموعه فرهنگی که داشت. در کنار این یک اتفاق دیگری هم رخ داد، مناطق دیگر هم داشتن چیکار میکردن؟ رشد میکردن. یک سری از مناطقی که داشتن رشد میکردن مثل مدینه اینا که کمی دورتر بودن از چیز اینها، از مدینه دورتر بودن؟ نه، از راه تجاری، چیزی کمی فاصله داشتن. این مناطق ظاهراً اینطوری هست که دارن، چون ارتباطی با مکه دارن اما تجارت مکه رو ندارن، یک سنت شهری با یک اقتصاد نسبتاً متفاوتی شکل میگیره. اینا بنیادشون شورایی تره، بنیادشون مبتنی بر قرار داده. بنابراین مکه نخبه گراست، تو شورا هم هست، مثل مثلا خدمتتون عرض کنم که همین دارالندوه مثلا. خب شوراهای اینجوری هست، اما شورای اونجا شورای نخبه گرایان است و شرفا درش چی؟ حضور دارن. در حالی که بحثایی که در مدینه یا یثرب و نزدیک به یثرب داره شکل میگیره، اینجا ابعادش کمی دموکراتیک داره، چون که اون سلسله مراتب نخبگی خیلی خیلی نیست، همه کشاورزن پس کردید و موارد اینطوری. به همین دلیل خود قرآن وقتی که توصیف میکنه مردم مدینه رو، میگه و امرهم شورا بینهم و کاراشون کاری مشورتی میکردن. این شورا رگه هایی در مسیحیت اونجا هم داره،
رگه های در یهود اونجا هم اونجا یعنی مدینه یعنی یثرب داره. بنابراین مثلا شما الان هم نگاه کنید در سنت یهودی شورا اون تلمود مهمه، جای بزرگی داره، میگه که هر کجا که نسلی در چیز نیست کتاب مسیح چیز موسا تورات نیست اونجاها شما مشورت کنید و اکثریت این شورای چیز حجته. خب در ادبیات مسیحی هم در ادبیات مسیحی هم هست و بت پرستان اونجا یا حنفای اونجا هم که از پیامبر دعوت کردن دینشون عوض کردن به لحاظ ساختاری و ذهنی با این سنت شورایی چیز بودن، با این سنت شورایی آشنا بودن. سنت شورایی بود مجموعه قراردادها شکل می گرفت، اصلا شهر با قرارداد داشت کار می شد، اداره می شد. پیامبر وقتی که وارد شد این سنت رو بولد کرد، تقویت کرد، نه اینکه خودش چی خودش این سنت رو وضع بکنه. در واقع پیامبر پسندید این سنت رو، ولی سابقهش به قبل از پیامبر آره سابقهش برمیگرده به ساخت مدینه در واقع که ساخت خیلی بزرگی هست. بعد این سنت، این سنت در واقع یک سنت یک کمی دموکراتیک‌تر بود، مبتنی بر رضایت و قرارداد بود. پیامبر این سنت رو در قانون اساسی خودش نهادینه میکنه، به شدت نهادینه میکنه و بعد حتی وقتی که مکه رو فتح میکنن در روایات هست اون موقع مردم مدینه فکر میکنن که پیامبر میخواد بگذاره بره اونجا. بعد پیامبر میاد بعد این جمله رو میگه، میگه این مردم مدینه شما دوست ندارید که مردم مکه با گوسفند و گاو و شتر باش با گوسفند و شتر برن خونه هاشون یعنی غنیمت، ولی شما با پیغمبر باشید. و بعد پیام اونا میگن نه ما خوشحالیم که با پیامبر باشیم و بعد دعا میکنه خود چیز پیامبر که این مردم را که پیامبر شما را چیز پیامبر خدا را پناه دادن پناه بده. من اگر انکار نسل چیز بود معنی نشده بود دوست داشتم که خودم را مدنی اعلام چی بکنم. خب حالا نقد به مضمون این جمله ها اونجا و بعد این سنت را پیامبر هی پیش میبره تا آخرش، یعنی هم در ساختن شهر و هم در این که مرزهای شهر چی باشه، قرارداد داخلی شهر چی باشه، شیوه حل اختلاف چی باشه و حتی در مورد جنگ ها هم داره مشورت های اینطوری میکنه که خیلی به بیعتیز به رفراندوم هم نزدیکه. بله. مثل داستان مربوط به احد رو شما نگاه میکنید. بله اتفاقا شما بفهمید آره. خواستم بگم که این سنتی این سنت حکمرانی متفاوت از چیزه از قریشه و بعد مهاجرانی که از مکه میان بعضی موقع ها با این سنت سازگار نیستن، تنش هایی هم دارن، ولی وقتی که سقیف شکل میگیره رسما این سنت مکی داره چیکار میکنه؟ باز تولید میشه. قبل از اینکه به سقیفه برسیم استاد من یه سوال بپرسم. آره. توضیح هم الان کمک میکرد. بله خیلی بهتر شد، خیلی بهتر شد. اونجا وقتتون خیلی محدود بود. توی حالا یا همین سخنرانی بود یا تو اون سخنرانی بیعت اونجا هم همین تعبیر رفراندوم رو شما به کار بردید و فرمودید که فقط این نبود که مثلا حاکم با بیعت تعیین بشه، بلکه خیلی از تصمیم‌های بزرگ به بیعت گرفته می‌شد. حتی اونجا یه مثالی که شما می‌دانید ازش رد بشید، من الان دارم می‌پرسم که توضیح بیشتر بدید، بحث جاسوس‌هایی بود که می‌خواستن بفرستن، حالا یه تعبیری داره لغت دیگه شما به کار برده، جاسوس‌هایی بود که می‌خواستن بفرستن به این طرف و اون طرف. اگر حضور ذهن دارید و خاطرتون هست می‌تونید یکی دو نمونه بگید اتفاقی که در اصل پیامبر تصمیم بزرگی که غیر از تعیین حاکم باشه و احد که حال خیلی مشهوره یه همچین یعنی اون مراتب دیگه یه شما توضیح چرا دیگه؟ مثلا در مورد بدر هست یعنی درگیری های مربوط به بدر اصلا پیامبر مشورت میکنه و حتی بهشون میگه، میگه که این کاروانی که میخواد یعنی این نیرو که میخواد بره به چیز کمین بکنه برای راه تجاری چیز قریش، اینها خودشون مکی هستن، اموالشونو گرفتن قریش و اینا تقاص میخوان بکنن، بنابراین خیلی مردم چیز مردم مدینه لازم نیست خودشون درگیر قضیه چی قضیه بکنن. یعنی در واقع پیامبر داره میگه که این مسئله مسئله ملی اصلا نیست، یک مسئله چیزیه خاصیه و بعد مناقشه قریشه داره ازش صحبت میکنه. ولی میبینید که توی همین گفتگو یواش یواش تعدادی چی میشن بهش اضافه میشن، موارد اینطوری ما زیاد داریم. یا در مورد داستان بنی قریظه
داستان بنی قریظه داستانی هست که بر اساس قراردادهای سنت یهودی مسیحی اون دوره بسته شده و این قرارداد پیامبر اسلام هم تعریف کرده و بعد وقتی که این جنگ صورت میگیره و قبایل بنی قریظه به تعهداتشون چیز نمی کنن، عمل نمی کنن، در مورد شیوه برخورد و همینطور تعدیل ها در مجازات که آیا مجازات را تعدیل کنن یا اینکه همین جوری که در سنت هست اعمال کنن که مردانشون باید کشته چی می شدن، این مال قبل از اسلام بود که بود و بعد توی این قرارداد هم وجود داشت، بهش میگن ربعه. ربعه یعنی یک سنت زندگی که اونجا وجود داشت. اونجا میبینید که باز شکل‌های مشورتی شروع میکنه به چی؟ به شکل گرفتن، و در واقع مجریش هم خود مردم مدینه است. پیامبر اصلا چی؟ اصلا مجریش نیست. یعنی میخوام بگم که چون این موارد خیلی زیادی هست که این موارد یعنی حالت رأی میذاشتن، آره، نظرخواهی میکردن همه کسانی که بودن، اما آیا سبکش چجوری هست؟ آخه داره معلوم نیست، مثلا یه بخششون مکه بودن یه بخششون مدینه بودن، اینا تو مثلا چرا اینا تا زمانی که پیامبر بودن این سنت مدنی رایجه در چیز، یعنی مثلا از مکه هم یه نظر کسی رو میفرستن یه همچین چیزی بود دیگه؟ نه در واقع اینا قبل از مکه است، قبل از تصرف چیه، آره، اینا قبل از تصرف مرکز، ولی بعد از تصرف مرکز پیامبر زیاد عمسی نکرده. اونجا خیلی چیز منتها چیزهایی داریم که اونجا هم داره هی مشورت میکنن و فرمانهایی که صادر میشه فرمانهای مشورتیه، مثلا بر حسب سنت عمل میکنن، کسانی که خانه رئیس قبیله بره، کسانی که مکه بره، کسانی که در رو به خودش چیکار کنه، به روی خودش ببنده، یعنی نیاد بیرون، اینا در چیز هستن، در امانن. آره، یک چیزی وجود داره در بحث مشروعیت، امروز تئوری پردازن میپردازن، ولی اینا از قدیم الهام گرفتن، در ادبیات قدمایی اینا وجود داره. چیزی هست در مشروعیت، یکی رأی، خب قرارداد یا رأی آشکار، یکیش هم رضایته، یعنی حرفی داره مطرح میشه و کسی بهش اعتراض نمی کنه و اینو میگه مبنای مشروعیت. مثالشو مثلا بزنیم توی خیابون، مثلا همین 16 آذر که مردم تردد میکنن، اتوماتیک میگه کسانی که سمت بالا یعنی خیابان بلوار کشاورز میرن اونا از سمت راست حرکت میکنن، سمت راست پیاده رو، و اون یکی از سمت چپ که به هم چی؟ نخورن. به هم نخورن. کسی اینو قرارداد چی؟ نکرده. یک عرفیست که رضایت توش چی هست؟ وجود داره. بسیاری از رفراندوم ها از جنس این هست، از جنس این هستن، این وقت که اعلام هایی میشه، گفته هایی داره میشه، اون موقع هم بود، یعنی هم بیعت با دست بود، با آب بود، تشکردی و هم غیر از اینها این رضایت چی بود؟ رضایت زمینی هم بود، مثلا خیلی جاها اینا هم انجام میدادن و شورا هر دوتاشو داشت کار میکرد، هر دوتاشو داشت شامل میشد. و بعد مثلا یکی از حادترین نوع بیعت رو که ما داریم، بیعت تأسیسی، زمان هست علی هست که ایشون میگه که اگر بناس من حکومت کنم حتما باید عموم اونم توی مسجد چیکار کنن؟ بیعت کنن. و بعد خب سنت اون موقع هم این بود که وقتی که صحبت از عموم بود به لحاظ منطقی دارالخلافه بود، یعنی جای دیگه توان این چیزا نداشتن، ولی این بیعت هی میرفت اونجا هم به نمایندگانش، مثلا از تلی نماینده میفرستاد به آذربایجان به نیابت باش کار میکردن، بیعت میکردن، اما اون بیعت مهم بود، اون بیعت چی؟ بیعت اولی مهم بود. و خیلی ها این همونی که در خونه ریختن، همونی که در مسجد داشتن آره بیعت میکنن، این خیلی مهمه که داره اتفاق میاد. برای من مورد خیلی زیادی داری، هی میتونیم که جاهایی که هر چقدر مسئله حساس بود به رفراندوم چی میگذاشتن. دلیلش هم این بود، حالا رفراندوم معنی اون روزش، دلیلش هم این بود که اگر رضایت یک بخشی از جامعه تامین نمیشد، اونها در تصمیم عمومی حضور نداشتن، چون که یک حقی برای جامعه وجود داشت که من حق دارم بیعت چی نکنم، یعنی این وجود داشت. و بنابراین شما اگر بیعت میکردید، نقض میکردید، خطای سیاسی بود، اما اگر بیعت نمیکردید کسی نمیتونه به شما بگه چی. این حتی دوره پیامبر، بله، حتی دوره پیامبر، یعنی تصمیم پیامبر به رأی گذاشته میشد، بله، نه، حتی خیلی ها مثلا یک کسانی بودن که با پیامبر تا چند سال اولش بیعت نکردن، یعنی مسلمان بودن و بیعت نکردن، نه، حتی غیر مسلمان هم بودن باش بیعت نکردن، چون که مدینه همشون مسلمان نبودن که برای حکمرانیش،
نه آخه آره. بین مسلمان مهم نیستن. چرا؟ چرا؟ چون که چون که در وقتی که شما از شهر صحبت میکنی شهر مال همه است دیگه. و بعد مثلا توی قانون اساسی پیامبر وجود داره میگه که فلان قبیله یهود، فلان قبیله، فلان قبیله، فلان قبیله اینا عضو امتن. خب اونجا هستن و کسانی هم بودن که بیعت نکردن با پیامبر و پیامبر هم کاری باشون چی؟ نداشت. یا مثلا کسانی بودن که این سنتی که امام حسین علیه السلام اینها میگن ما حق داریم با یزید بیعت نکنیم، این یک سنتی بود که بود و جامعه میتونست بگه که خب به شما چه مربوط که فلانی بیعت چی؟ بیعت نمی کنه. یا مثلا مزاحم چیز تفسیرهایی که خود حضرت علی علیه السلام داره در مورد جنگ جمل، داره به بعضی از بزرگان قریش داره میگه که من که اصلاح نکردم که شما با من چی بیعت کنید، اما شما با رضایت بیعت کردید، الان دارید نقض میکنید. این خطاست. درسته. این نشون میده که از لحاظ تحلیل گفتما مفهومی وجود داشت، یک توافق عمومی که کسی میتونه بیعت چی نکنه. بیعت نکنه. قبل دیگه دوباره به سقیقه برسیم، من یه سوال در مورد دوران پیامبر بپرسم. به همون که شما به غنیمتی که حالا فرود عهد خلیفه دوم رو فرمودید، قبلش هم که زمان خلیفه اول بود و توی اون سخنرانی گفتید به چه شکلی بود، اما سوالی که در اصل خود پیامبر غنایم چجوری توضیح شده؟ توی اصل اونو همین الکان دهلوی که در مورد حیات صحابه نوشته خب توضیح خوبی داده راجع به منابع مالی زمان پیامبر. منابع زمان پیامبر اولا زیاد غنیمت وجود نداشت. علتش اینه که اسلام داشتی شبه جزیره شکل میگرفت. خب اسلام که داشتی شکل جزیره شکل میگرفت، این جنگ ها با قبایل چنان ثروتی نداشتن. و بعد اونهایی هم که از باب زکات اینها هم میومد، زکات شرعی در حد محدودی بود، حتی بعضیشون کالا بود، یعنی پول نبود، سکه نبود. بعد اون موقع گزارش هایی که کاندهلوی و دیگران دارن میگن خلیفه اول ادامه سنت پیامبره. آها، یعنی پیامبر هم به مساوی داره تقسیم میکرد. یعنی بعد میگفتن که البته خب چیزش کم بود، چی میگن حجمش چی بود؟ کم بود و اونجا هست که مثلا خود چیز پیامبر مثلا بخشی از سهم خودش رو به کسی دیگری چیکار کرده. داریم دیگه توی تاریخ داریم که اینا رو توضیح دادن. بنابراین از گزارش حتی اصحاب صفه و اینا بله همه برابر دیده میشه، حداقل طبق گزارش هایی که تا حالا دستمون هست، یعنی سند دیگری که خلاف اینا داشته باش. چرا ما یک سنتی داریم در چیز خدمتتون عرض کنم که بعد از فتح مکه پیامبر یک حمله به قبایل هوازن اینا کرد، احساس میکرد که باید مرز دولت رو یکمی از مکه چیکار کنه، دور کنه، یعنی دولت مکه شهر مرزی نباشه برای چیز به دلایل مهمی که داشت. بعد یکیش این بود، یکیش هم این بود که میخواست که این نامسلمون ها رو در توسعه چیز توسعه دولت اسلامی شریکش بکنه، نه احساس کنن که سهمی چی مغلوب نیستن، بنابراین جزی از چی هستن، دولت هستن. ظاهرا این دولت وقتی این حمله شروع میشه غنایمی که از هوازن میگیرن بیشتر میدن پیامبر به چیز به مردم مکه بیشتر میدن، اون تا اونو میگن استثنایی است برای توجیهی به نام حالات به تفسیرهایی که اون دوره از باب مؤلفت قلوبه، یعنی کسانی که تازه دارن چیکار میکنن اسلام دارن. آره، یعنی در واقع این استثناست، این قاعده چی قاعده نیست و استثناء رو همیشه میتونن توضیح بدن. بله، این چنین حرفی اون موقع وجود داشت در مورد بعد جواب بعد میرسیم به صلیفه، یعنی پیامبر رحلت میکنن و صلیفه شکل میگیره. خود خلیفه اول ظاهرا توسط یه دادی از رؤسای قبایل بوده به باش بیعت میکنن، اینطور بوده یا نه توده مردم با ایشون بیعت میکنن؟ ببین صلیفه رو خیلی مهمه، صلیفه یعنی سایبان چه اصطلاح سقف دیگه. بعد معمولا در سنت عربی قبایل تمرکزی داشتن، بعد در یک محل مشترک قبایل شبه میدانهای امروز یا شبیه پارکهای امروز یک فضایی بوده و این فضا چون آفتاب زیاد بوده اونجا یک کمی روش رو سایبان هم مینداختن، محل گرده بود. از این سقیفه ها توی مدینه ظاهرا زیاد بود و این صریفه مال صریفه بنی ساعده است. صریفه بنی ساعده یک صریفه مدنیه. اینا احساس کرده بودن که پیامبر فوت کرده، بعد یکمی نگران بودن که مکه هم از اینها حمایت نکنه. اینا درگیر جنگ هایی بودن و
قبایل اعلام استقلال میکردن برای اینکه بتونن خودشون رو حفظ کنن، جلسه رو تشکیل دادن و برخی از بزرگان چیز قبایل و تا اینکه بتونن دولت و صرفاتی نگه دارن. بعد قریش متوجه شدن، اونها هم اومدن توی اونجا و توی این استقلال در واقع این جناحیه چیز مدنی چون اختلاف داخلی قبلا داشتن به اتفاق نظری نرسیدن و بعد به این نتیجه رسیدن که بعضی از مدنی ها از قریش چیز کردن حمایت کردن و بعد این برد. خب اونجا هم که کسانی که بودن که توی بولد بودن، خود خلیفه اول بود که خب شخصیت مهمی بود، همراه پیامبر بود و خیلی چیزهای چی نه تنها سنش، خیلی موارد دیگر، خب یک شخصیت تعیین کننده در تاریخ اسلام دیگه، مهاجر کنار چی بود، پیار قارش بود و موارد چی اینطوری. بعد اینو چیز کردن، تعیین کردن. این اتفاق افتاد اون تا زمان عمر بیشتر رفت به سمت خاموش کردن استقلال طلبی قبایل و معروف شد به جنگ های ارتداد یا رده اساسا. ولی رده اسم یه محلی نیست؟ نه. رده در واقع جنگ های رده یعنی جنگ هایی که مربوط به استقلال طلبی قبایل بود. اینها دو جور بودن، بعضی هاشون به طور کلی از چیز از اسلام روی گردن شده بودن و بعضی هاشون هم خدمتتون عرض کنم که اونو خودتون آره. بعضی هاشون هم نه، دنبال این بودن که میگفتن که به مرکزیت مدینه پایبند نیستن، مسلمون هم دو کار خودشون رو چیم میکنن آره. بعد خب دوری خلیفه اول خاطر این احیای مجدد اون شرایط زمان پیامبره که مرکزیت مدینه رو اثبات کنن و بعد یک کمی هم مردم مدینه به نظر میاد که دارن باج میدن، چون میگن که اگر در مدینه قریشی ها حاکم باشن دیگه مرکزش به مکه منتقل چی نمیشه و مدینه در حاشیه قرار پایتخت میمونه. آره یعنی تحلیل خیلی درستیه، یعنی قوی ترین نیروی مهاجر رو میخواستن نگه دارن در چی در مدینه وقت مدینه کپیتال میشد و اینطور نمیشد که بره به سمت چی حاشیه چیز پیدا میشه. و خب برای خود مکه هم مهم بود که خودش رو از پیامبر جدا نکنه، چون پیامبر اونجا دفن شده بود که به این سنتی که خود پیامبر راضی بود بهش که اونجا چی دفن بشه. بنابراین در واقع یک تعاملی داره چی میشه شکل میگیره و بنابراین این دولت داره از این خاکستر چیز داره میرویه. اما معلومه که بخش تعیین کننده دولت چیزه قریشه. تشکرده درسته مدینه میماند، درسته، اما مدینه دست مدنی ها نیست. تشکرده یعنی در واقع مدینه با سنت مکه داره بیگه مخواده شدن. بله دقیقا، یعنی این که داره اداره طبق سنت مدنی خلیفه انتخاب میشه اما با شیوه مکیه دومه دیگه. بله چون دیگه داره این بالاخره میگن که کشتی را کشتیبان چی شد دیگری آمده و بعد مکان اونجاست اما ربعه مال اونجا نیست، سنت مال اونجا دیگه چی نیست. درست. و در واقع مردم مدینه توی خود مدینه دارن به حاشیه میفتن. چرا؟ چون طبق سنت قریشی که داره تبدیل میشه به سنت رایج مسلمانی از اون ور و گسترش دولت که غنایم داره میاد از این ور. خب اگر اینطوری باشه تقسیم غنایم به کسی که توی مکه هستش بیشتر میرسه تا به کسی که مدنیه. چرا؟ چون بر اساس اون مدل فرمول قرابت با چون قرابت ظاهرش قرابت پیامبر اما باطنش قریشه دیگه. تشکیه اصلا فرمول یک سیاست اعلانی داره یک سیاست اعمالی. درست. داره سیاست اعلانی هم داره. اینکه این کسی که اینو میشنه بتونه این از دوره خلیفه دوم به بعد دیگه رسمی داره اشاره. چون خلیفه اول زیاد عمر نمیکنه، دو سال خورده ایه. درسته. بنابراین امتداد چیز هست، غنایم هم کمه نسبتا، اما خب خود خلیفه دوم 10 سال خورده عمر میکنه. یک دهه‌ای که دهه جاری شدن چیزه، جاری شدن بیت الماله و این دهه مدینه رو داره تبدیل میکنه به منبع دارایی. از دو تا امپراتوری داره چیز میاد، تازه دو تا که امپراتوری نیست که، غیر از این دو تا دولت کوچک در کوفه و هیره و قسطان. این دو تا هم خب دارایی های خیلی مهمی داشتن. هیره و قسطان. بله هیره با های جیمی. قسطان غ سین اینا سمت یکیش در واقع وابسته به
چیز بود، ایران بود، یکیشم وابسته به چیز بود، به روم بود، دمشق بود. در واقع وقتی که نگاه میکنید داره این قلب، یعنی دولت‌ها و اقمارشون داره، هر دوتاشون داره چیز میشه، حل میشه در این دولت اسلامی و قناعیم خیلی زیاد و فرمول که تغییر میکنه. یواش یواش مردم مدینه تو حاشیه‌ان، یمنی‌ها حاشیه‌ان، کسانی که نه قریشن نه زود اسلام آوردن، اونا خیلی چی هستن، حاشیه‌تر هستن و بنابراین یک زنجیره‌ای از مناسبات یا اشرافیت که توی مکه بود، اونجا اشرافیت دینی هم وجود داشت، یک کسانی که سقای مکه بودن، آبرسانش بودن یا مثلا حافظش، الان دقیقاً همون ثروت و همون چیز قدرت اقتصادی داره دوباره دست قریشی داره میفته و این قریش یک اتحادی بین اون نهاد سیاسی و وضعیت سیاسی، سلسله مراتب سیاسی و اقتصادی داره اتفاق میفته و بعد عربیت داره اوج پیدا میکنه دیگه. بعد از این ما شاهد هستیم که یک نظام نارضایتی شروع شکل خواهد گرفت دیگه. بعد وقت توضیح میدیم که یعنی خود تاریخ داره توضیح میده که چگونه در چنین شرایطی اپوزیسیون معمولا سعی میکنه که به جناحی در درون قدرت چیکار کنه، نزدیک آره در درون قدرت نزدیک بشه. تاش کرد چه جوری؟ آره. این خیلی مهمه. بعد جواب اینجا سو دیگه یه دفعه بله. آره. معمولا در چنین جوامعی اتفاقی که رخ میده اون کسانی که میراث چیز هستن، اصطلاحاً میگن که نماد میراث اون وضعیت قبلی هستن که وضعیت آرمانی هستن، اصطلاحاً میگن که وارث بنیانگذار. وارث بنیانگذار دغدغش همیشه اینه که اون وضع از بین چی؟ نره. اما شرایط اجتماعی هم و سیاسی هم هی اینا داره چیکار میکنه؟ دور میکنه. بنابراین یک چیزی داریم به نام وارث بنیانگذار. خب درسته. و بعد که بزرگترین نمایندش، بزرگترین غایب تقیفه بود. آها. یعنی علی بن ابی طالب. و بعدش هم در زمان یزید یا آخرای معاویه امام حسین. بله. این وارث چیه؟ بنیانگذار دغدغه اون هست. این نگران تغییرات توی جامعه است. هم ایدئولوژیش داره عوض میشه و هم از یک طرفی هم این تبدیل میشه به زبان گویای اعتراض. خودش درسته. موقعیت مرزی پیدا میکنه چون وصل به بنیانگذار هست، مجبورن رعایتش کنه، چون وصل به بنیانگذار هست بهش پناه چی میبرن. اما اونهایی که پناه میبرن خیلی هم نمیتونن پشت سرش چی واسن، چون هزینه داره براش. آها آفرین. چون هزینه داره و این وارث بنیانگذار هم نمیتونه ساکت باشه، چون اگر ساکت باشه خب تایید میکنه وضعیت رو، اگر پرخاش بکنه وضعیت داره چی میشه، بحرانی میشه. در چنین شرایط آدم میبینه که خود امام حسین علیه السلام در وضعیت نوسانی داره. درسته. یعنی خیلی نمیخواد که درگیر قضیه بشه، در این حال نمیخواد قضیه رو تایید هم بکنه، ولی من فرار میکنه. ولی ما خیلی وقتمون نمیخوام به امام حسین بدیم. من حرفم این نیست. من خواستم این تیکه رو بگم که چگونه چنین اتفاقی داره افتاده. اتفاقی افتاده. بنابراین ما داریم اینطور میگیم لجسی یا میراث بنیانگذار به دو قسمت تقسیم میشه. یکی به طور رسمی داره روایت‌های جدیدی رو خلق میکنه و یکیش هم داره اون میراث رو داره، یکیش هم داره اون ایدئولوژیه، اون ایمانه، اونو یعنی اون وضعیت تیپیک صدر اسلام که همه ازش انتظار مثبت چی داشتن اونو باید حفظ بکنه. درست. خب اینجا اختلافات داره چی؟ شکل میگیره. بعد اون وقتی که خلیفه دوم به رأس قدرت میرسه فرمول رو ما بفهمید اینجا. این فرمول خیلی مهمه، ساده است. میگه سهم هر شهروند دولت اسلام از غنیمت عبارت است یا مساوی است با میزان نزدیکی نسبی به پیامبر، یعنی به قبیله پیامبر و سابقه در اسلام. یعنی هر کس یک روز زود اسلام آورده یک کمی بیشتر از کسی که یک روز دیر چی اسلام آورد. درسته. هر کس قبیلهش یه ذره نزدیک به پیامبره بیشتر از خب. بنابراین غیر قریشی ها به صورت روتین از قریشی ها چیکار میکنن؟ کمتر میبرن. اینطور نیست؟ بله درسته. فرمول خیلی راحته. یعنی این سهم غنیمت و سهم بسیار راحتیه. اصلا این سهم غنایم هست مساوی بود با ایکس در درسی هست ایگریک هستش. درسته. ایکس در واقع ثابته در
اسلام هست، دیگری که هم قرابت با پیامبر، قرابت با چیز هست، با پیامبر هستش. خب اگر اینطوری هست، در واقع کسانی هستن که هم اول اسلام آوردن، هم نزدیک به پیامبر، هم نزدیک به پیامبرن، اونا بیشترین سهمو دارن. چی؟ مثل طلحه، مثل قبه، مثل خیلی های دیگه، مثل خود خاندان ابی بکر، مثل خاندان سه تا نکته است اون وقت توی این فرمول استاد. یکی این که بر اساس این فرمول به حضرت امیرم غنایم میدادن، با ایشون میگرفتن، و ظاهر قضیه این هست که این غنایم رو تقسیم میکردن، چون که تقسیم تصمیم چیز بود دیگه، خب نمیگرفت دوباره میرفت به دست کسانی چیز، درسته، ایشون میگرفتن میدادن به بخش بزرگی از تشیع و اون فقرهای مدینه، ظاهرا اینجوری داشته میشد. و حتی در زمان امام حسین هست که یکی دو بار امام حسین تشویق کرد که غنایم را که داره از یمن میره به شام، اینا رو بگیرن تقسیم کنن به فقرهای چی؟ فقرهای مدینه، چون چیزی اتفاق میافتاده بوده. دومی که آیا اون توجیهی که خلیفه دوم داشته برای این کار میتونسته احتمالاً شواهد رو در سنت پیامبر داشته باشه، به این معنی که به هر حال مثلا ما تو عصر پیامبر صدک رو هم داریم، مثلا ما توی عصر پیامبر فدک رو هم داریم که به هر حال اینها هم نسبت نزدیک داشتن به پیامبر، اون رام فدک جزو چیز هست، جزو این سهم پیغمبر بود، مثل اینکه مثلا به کسی یک سهمی میرسه و از اون سهم هم داره چکار میکنه، شما به فرزندش ارث میرسید دیگه، مثلا به پدری چیزی میرسه، به پسری، حالا پدری بمیره اونم به کجا میاد؟ به بچه‌ها میرسه. شما میگید فدک مال خود پیامبر بود. فدک مال خود پیامبر. در زمان پیامبر این بخشیده مگه نشده به مثلا چرا اون چیزش مال شخصیشه، یعنی در واقع جزء این درآمدهای قاعده ای داشته که این فدک مال پیامبر باشه. بله، سهمی بوده، میگفتن که برای حاکم چیزی میذاشتن. برای حاکم یک سهمی میذاشتن و این سهم میشد سهم شخصیش. یک سنتی بود در ادبیات ایرانی بهش میگفتن املاک سلطانیه. خب اینجا هم مال سهم رئیس دولته، بعضی از غنایم چیزا از بخشی از غنایم میشد رئیس جی دولت، بعضی از غنایم مال همه مسلمان است، بنابراین رئیس دولت یکیش به عنوان رئیس دولت یک سری غنایمی سهمی برمی داشت، بعد به عنوان بخشی از مسلمان ها هم جزء چی بود، بعد اون قسمت رو میگفتن برای چی هست، برای اینکه بالاخره میگن دولت خرج داره، از قدیم یک چنین برداشتی و بعد از اون داده بودن. خب پس مال شخصیش نبوده، باید دولت رو خرج دولت میده، حاکم میده، خرج حاکم، بله، و بعد حاکم میتونسته به این کارا رو بکنه. بنابراین توی اون سنت ریشه نداره خلیفه دوم، بلکه برمیگرده به سنت هایی که در مکه بوده و بعد ارجاع هم میده که میگه که خب اونهایی که رفتن اونها اجتهادی داشتن و من هم چی اجتهاد خودم، شایدم مثلا برای ایشون این بوده که با تفکیکی که یا سهم بیشتری که داره به قریش میده، قریش درگیر چیز کنه، درگیر دولت چی اسلامی بکنه و اون انرژی نهفته در قریش رو بکشه داخل خلافت، که کار کرد، یعنی اپوزیسیون دولت اسلامی رو با پول خلاصه بتونه چیزشون، و این کار نه تنها پول و مقام، چون که تاریخ نشون میداد که بخش مدیریتی جنگ یه فکر سیاسی بود، بالاخره یه فکر سیاسی پشت سرش بود، یعنی اینطور نیست که پشتش تحلیلی چی نباشه، اما همین مصلحت سنجی ها ویرانی های رو چیکار کرد، آورد، یعنی یک گسست های ساختاری رو چیکار کرد، ایجاد کرد و همون فساد سیستماتیک که شما فساد سیستماتیک فساد سیستماتیک هم دیگه همیشه از دست خلیفه چی خارج شد. در واقع وقتی که چنین اتفاقی داره میفته، خب بسیار مهمه اگر خلیفه بخواد برگرده هم مگه با خودشه؟ خلیفه افتاده در این اتوبانی که دور برگردانی دیگه چی نداره و وقتی هم که خودش اعتراض میکنه، خب دیدید خیلی موقع بنیانگذاران اشتباهاتشون اعتراف چی میکنن و شده، و بعد همین که کوشش میکنه که یک مهارهایی بکنه، خب شمشیری میریزه و اسمش هم به نام ایرانی ها تموم میشه، اما آیا پشت سر این شمشیر ابولوله آیا تدابیر خودش نیست و خیلی چیزهایی چی؟ خب اعتراض ابولوله اگر حالا چیز کنیم مگه به همین سیستم نبوده، چون اومد بله، ولی ببینید، ولی معمولا میگن ترورها تنهایی چی نمیکنه، ترورها تنهایی نیست، ترورها همیشه یک عقبه چی این تحلیلی هستش که از یعنی برآورد خودتونه یا سنتی هم داره، توی سنتی هم داره و توضیحاتی میدن و بعدش توی اهل تفنن هم همچین تحلیلی داره، خود مثلا خدمتتون عرض کنم که خود
عمر محدودیت هایی برای غنایم گذاشته بود. دو تا محدودیت سنگین گذاشته بود یا سه تا، الان یکی دوتش یادم. یکیش اینه که این غنایم ثروت سرمایه نیست. این برای اینه که شما تو آسایش زندگی کنید، صحابه و قریش، و به دولت فکر کنید، دولت اداره کنید، تاج کردید. بنابراین این برای سرمایه گذاری نیست. خب بعد دومش این بود که اگر کسی میمرد، یک سنتی بود تنصیف، نصف کردن. سنت تنصیف یعنی که یک صحابی میمرد، نصف مالش میرفت دست دولت. الان هم هست در ارث اینها یک چیزای مالیات بر ارث میذارن، ولی اون موقع این سهم دولت از چیز، از دارایی خیلی بیشتره. یعنی خاطر سهم چیز مدیریتیشه که داشت اون موقع ها. بعد یکیش هم این بود، یعنی نصف میکردن دارایی رو، و بعدها مثلا معاویه اومد اینو تبدیل کرد به ابزار سلطه. اومد هر کسی رو عزم میشد یا اعلام آمادگی برای همکاری با معاویه نمیکرد، همین که عزم میشد میگفت که این مثل این که از نظر سیاسی مرده و و این مجبور بود که تا آخر با خلیفه بمونه. پس یعنی اینطور نیست که بگیم که خلافت هزار سال بود عقلانیتی نداشت، یک عقلانیت سیاسی سنگین نه. درسته. یعنی دست و پای نخبه رو می‌بست. درسته. اون چیزی که در مورد خلیفه دوم گفتید که اجازه نمیداد تبدیل به سرمایه بشه، یعنی اجازه نمیداد که تولید بیاد. این چرا، این کار چرا خوبه حالا؟ یعنی چرا ایشون فکر می‌کرد که اگر بیفته توی این بیشتر داره چیز می‌کنه. اینا رو چاق می‌کنه. آره، بیشتر داره. یعنی تو تولید تساوی روش می‌کنه سرمایه دیگه. بعد این کارو نمی‌کرد. خب از اون برم عیبم داشت. وقتی که خب پول دست دادن باشه، اجازه سرمایه گذاری هم نکنه، میفته تو عیاشی دیگه. بعد اونا ممکنه کینه‌ای مثلا اومد داشتن به خاطر همین موضوع. بله، و بعدش بلافاصله اینو تحلیل ابولولو رو که شما میگید بله مرتبط بشه با هم. بعد خب خودش تعدادی از بچه‌های اینها رو هم تبعید کرد، خود عمر. بچه‌ها الان افرادش یاد هم نیست. بچه‌ها بهش تبعید کرد به خاطر اینکه اینا ثروتی دستشون بود، عیاشی می‌کردن، این سنت رایج مدینه رو دیگه رعایت چه. چون اون بنده تومان واسه این گفتید شما. خود عمر میگه. میگه که من جلوی درگاه هر رئیس دادم و مراقب بند تومان قریش هستم که آبروشون چی. آها، یعنی این بچه‌ها که دارن عیاشی میکنن رو اینها. و آخرین سوال، یعنی حرمسرا درست میکردن و اینطوری چی میکردن. میدونید ثروت دست آدم باشه خیلی زود ایدئولوژی رو فراموش میکنه. آخرین سوال اینه که پس میتونیم بر اساس این تحلیل شما بگیم طلحه و زبیر و امثال ایشون اینها ممکنه که در ابتدا دوست داشتن که با حکومت حضرت امیر باشن، یعنی ایشون خلیفه بشه، و بعد اعتراضاتی به خلفا داشتن، اما به خاطر این سیستمی که توسط خلیفه دوم پایه‌گذاری میشه جذابه، و بعد اونا دیدن من همون منافعات منافعشون هم دارن از دست میدن. خیلی نه، تنها منفعتشون از دست نمیدادن، وقتی که از این قسمت چیز میشدن مارجینال میشدن دیگه، و موقعیت های صحابگیشون هم چی میشد میرفت کنار. این تحلیل مهمه، اتفاقا کانون دولت داره رخ میده. و شما نگاه کنید مثلا امپراتوری که داره شکل میگیره با چنین قدرتی، بعد چقدر پول دستش داره میاد، چون هر روز خبر از فتح جدیده. و بعد اینجا رزمندگان میجنگن، پولش میره جای دیگه. داشت کردی و جالبه اغلب، یعنی حتی اون رزمنده ها خیلی تو این فرمول نه نیست، فقط رزمنده ها یک چیزی داشتن اون موقع تشویقی، از اموال درصد خاصی رو خودشون برمی‌داشتن قبل از اینکه تبدیل بشه به بیت المال. متوجه. و این تشویق میکرد که برن بجنگن. اما اگر تقسیم دوباره بشه، از اون که تبدیل به بیت المال شده دستین خیلی کمی چی میرسید. در واقع یک مجاهد یک سهمی رو میخواست که بگیره، به خاطر اون میجنگید، بخش بزرگی از چیز تبدیل میشد غنایم، به بیت المال میرفتید. خدمت هستم که این بحث مهمیه، و بعد اثری میگذاره روی پست های سیاسی، روی پست های قضایی، روی پست های چی. آها، فقط مال نبوده. آها. یعنی پست سیاسی هم بر همین آره. فرمول بوده، پست قضایی هم بر حسب همین فرمول بوده، و تازه اینایی که پول دارن اینا روایت ها را جمع میکنن، اینا کار فرهنگی چی میکنن دیگه، فرهنگ هم با روایت اینا داره چی میشه، چون اونا که درگیر معیشت هستن و قرآنش هم با روایت اینا تفسیر میشه. فرض کردی درست. اصلا اسلام دیگه با ایناست. به خاطر همینه که از یک فساد ساختاری صحبت میشه، و امام حسین میگه که چیز هست
من تصمیم گرفتم که به طلب اصلاح فی امت جدید است. آره من دیگه مسئله مال اصلاح فقط اینو اون نیست، اصلا رو امته، امت این در کلیت جامعه درسته داره این اتفاق میفته. و اون شروطی هم که توی شورای 6 نفره برای حضرت امیر گذاشتن که گفتن به رویه شیخن، احتمالاً یکی از مهمترینش حفظ این فرمول بوده. بله اصلا نه اینکه یکی از مهمترینش حفظ چیه، یعنی شما این رویه رو این سیاست تغییرش ندید و بعد حضرت امیرم تغییر داد و فضا خرابتر شد، جبهه ها متوقف شدن، شورشاتی شکل گرفتن، پشت سر همهشون یک سری مسائل چی؟ خب هیچ شورش اجتماعی نیست که پشت سرش نخبه چی؟ نباشه. خیلی ممنون است. بعد فقط نکته می‌خواستم بگم که این تحلیل تحلیل مارکسیستی نیست. چون تحلیل مارکسیستی به تولید داره ناشی میشه. اون آقای نقد به شما کرده گفته بود که وحدت روش ندارید شما تو تحلیل، اگر میخواید اونو مستقل بنویسید، اگر نه اینجا یه دونه کوتاه جواب بدید. فکر کنم باشه یه موقع اگر شد باز اگر شاید گفته بکنیم. فقط اصلا تحلیل مارکسیستی از نیروهای تولید شروع میشه. خب ولی این تحلیل از سیاست گذاری اقتصادیه. این غیر از چیه؟ تولیده. غیر از شیوه تولید اصلا از جنس مارکسیستی نیست. این اصلا این توش یک نوع سیاست گذاری عمومی توش. خیلی ممنون استاد. این بحث انشاءالله به مناسبت